روزی که به دنیا آمدم چطوری بود؟ قبلش تا بعدش. درود بروتون بچه ها، ویدیو امروز یکم جدی شروع میکنم. درباره چند تا بحث میخواستم صحبت کنم، بعد میریم سر ویدیو اصلی. یکی این که مهسا امینی، امیدوارم الان هر جا که هست آروم بخوابه. زندگی کاملی نداشت، تو سن خیلی کم از پیش ما رفت. نمیدونم این احساسات خودم باید چجوری بیان کنم، ولی خب اینطوری میتونم شروع کنم که امیدوارم هر جایی که هست الان آروم باشه، در آرامش باشه و تسلیت خودم رو به خانوادش میرسونم. درد خیلی سختیه، واقعا نمیدونم چجوری میتونم تا آخر عمر با این قضیه کنار بیان که بچه عزیز دلشون، جگرگوششون الان یه پیششون نیست. خیلی سخت، خیلی سخت. یک و دو میرسیم به قضیه اصلی. این همه استوری گذاشتیم برای هواپیمای اوکراینی، این همه استوری گذاشتیم برای این همه آدمی که تا الان کشته شدن. چی تغییر کرد؟ سودش چیه؟ تو خونه نشستی دو تا استوری میذاری، فکر می‌کنی دنیا رو تغییر دادی؟ چی رو تغییر دادی؟ ده ها صد ها آدم روزانه دارن تو زندان شکنجه میشن و میمیرن، برای کدومشون استوری گذاشتی؟ این همه آدم از تو خیابون غیب میشن، برای کدومشون هم دردی کردی؟ همه چیز شواف، همه چی نشون دادن که تو هم جزء یه قسمت یا یه گروهی هستی. استوری به چه درد میخوره وقتی کاری از دستم بر نمیاد؟ واقعا اسم کاری داری کمک میکنی؟ برو تو خیابون، برو اعتراض کن. چرا پشت گوشیت نشستی که من دایرکت بدی؟ چرا تسلیت نگفتی؟ میخوای یه کاری بکنی؟ برو تو خیابون. استوری من چه کمکی به تو میکنه؟ این ور گود نشستم به تو بگم برو تو خیابون لنگش کن؟ منم مثل تو ناراحتم، ولی دلی نره شواف کنم. کمکی از دستم بر نمیاد از این ورا. چرا منم مثل خیلی دیگه میتونم میگم برید تو خیابونا اعتراض کنید، مقابله کنید با کسانی که دارن جونتون رو میگیرن؟ خب که چی؟ خودم اینور سالمم، دارم زندگی رو میکنم، تو رو فقط دارم به خطر میندازم. به جای اینکه جنگندهای پشت کیبورد باشیم، برو واقعا یه حرکتی انجام بده، برو واقعا یه کاری بکن، برو واقعا یه کاری بکن. پشت کیبورد دنیا رو نمیتونی تغییر بدی، پشت گوشی دنیا رو نمیتونی تغییر بدی. دیگه جور بزرگ چه داری؟ برو یه کاری بکن دیگه. خب که چی بشه؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ تو تا وقتی با خودت رو راست نباشی چیز تغییر نمیکنه. تا وقتی همه چیز همیشه برای نمایش باشه چیز تغییر نمیکنه. واقعا میخوای یه کاری بکنی؟ پاشی کاری بکنی، پاشی کاری بکنی. فقط حرف زدنش که تأثیری نداره. این همه آدم طی این مدت و سالا کشته شدن و مردن، استوری تو چه چیزی رو تغییر داده؟ مرده رو زنده کرده؟ مملکت عوض کرده؟ کشور آزاد شده؟ و برای خانواده مهسا امینی اصلا هیچ چیزی ندارم بگم، اصلا نمیتونم بگم، میفهممتون. یکی از بدترین اتفاقاتی که برای هر خانواده میتونه بیفته همینه، از دست دادن یه عزیز. واقعا دردتون اصلا نمیتونم تصور کنم. امیدوارم صبرتون بیشتر شه فقط همین، و امیدوارم آینده روشنتری داشته باشید. خیلی جدی و سنگین شروع شد، فازمون هم دارک شد. زنای کشورمون خیلی بهشون سخت میگذره، خیلی بیشتر از ما مردا بهشون سخت میگذره. همین قضیه مهسا امینی و امثال مهسا امینی و این همجنسگرایی که گفتم میخوان اعدامشون کنن و اینا، یه مدت به فکر فرون برد که خب اگه من یه روز نباشم یا اصلا مادرم یک روز نباشه، چقدر درباره مادرم میدونم؟ چقدر تا لحظه سوال پرسیدم؟ اون چیزاییه که چون تو همیشه مادر یا پدر تو فکر مادر پدر باشون فکر میکنی، به این فکر نمیکنی که خب اونم یه انسان مثل تو، یه بچگی داشته، یه طوری بزرگ شده، یه علایق داشته، از یه سری چیزایی بدش میاد، یه رازهایی برای خودش داشته. برای همین این به فکرم خورد که بیام با مامانم یه ویدیو بگیرم و از اون یه سری سوالایی بکنم که تا حالا نکردم، حس میکنم برای شما جالب باشه. مامانم خیلی خجالتیه، بهش گفتم تماس تصویری، گفت نه روش نمیشه. و اینکه ترجیح دادم بهش زنگ بزنم دیگه، الان به مامانم زنگ میزنم و یه سری از سوالات خیلی خاصی تا الان هیچ وقت ازش نپرسیدم و قراره بپرسم. بریم یه زنگ به ننم بزنیم قربونش برم. دلم براش زهر شد. سلام قربونت برم. سلام عزیزم دلم. خوبی؟ خوبی. مامان آماده ای؟ بله بله. استرس داری؟ نه. اوکی بریم. مامان یه سوالایی میخوام ازت بپرسم. وای مامان تو رو خدا یه وقت فامیل چی بگه؟ فامیل نگه رامش اومده با مزیار ویدیو. وای سوالات خصوصی جواب نمیدم. یعنی چی همش خصوصیه؟ سوالات خصوصی جواب نمیدم. خب باشه یه سوالی میپرسم که بتونی جواب بدی.
وایسا ببینم اصلا اینطوری گفتی حس میکنم خیلی رازهای عمیقی داری. میخوای سوال اول اینطوری شروع کنیم؟ چجوری؟ رازی داری که 100% داری که من ندونم و بتونی بگی به؟ نه هیچ رازی نداری؟ اسمش رازه دیگه، اگه داشته باشم که نمیتونم بهت بگم. هیچ وقت قرار نیست بهم بگی؟ آره نمیدونم، شاید یه روزی بگم. خب من بچه سرراییم. چرا میخندی؟ نه قربونت برم، کجا سر رایی هست؟ من قربونت برم. خب باشه مادرم. نه خدا نکنه، جونم بگو. از سوال یک شروع میکنم، قدیمی ترین خاطره زندگی چیه؟ قدیمی ترین یه خاطره دارم که مال کلاس اول ابتدایی. این قدیمی تری خاطره زندگیت، یعنی قبل از اول ابتدایی یاد نمیاد؟ چرا قبل از اون یادم میاد، ولی این فکر کنم قشنگ باشه، یعنی برای خودم قشنگ. خب بگو. زمانی که تهران زندگی میکردیم، کلاس اول دبستان، یه دبستانی بود به نام دبستان تقوی سمت خواجه نظام الملک. اینجایی که میگی نمیشناسم، تو تهران زندگی کردی؟ من نکردم. آره ولی خب منطقه الان مدرسه رو نمیدونم هستش یا نه. اسم مدرسه هم یادته؟ آره دیگه تقوی میگم. آها اسم مدرسه تقوی بود. خب بعد اون موقع 7 سال تهران زندگی کردیم به خاطر شغل پدر بزرگ. قبل از انقلاب بود یا بعد از انقلاب؟ نه دیگه خیلی قبل از انقلاب بود. آها یعنی مدرسه ها قرقاتی بودن؟ آره همینه. میخوام الان تعریف کنم. شلک تعریف کن ببینم. آخر بعد روز اولی که رفتم مدرسه ایستادم یه گوشه. اون موقع هم خب پسر و دختر قاطی بود و یه لباسه خیلی قشنگی تنمون بود و یقه‌های جدا، یعنی یقه‌های توری جدا بود که میگرفتیم و روی روپوشمون دور گردنمون گره میدادیم. آها یعنی یقه یه چیز جدایی بود که روی لباست نصب میشد؟ آره یه یقه چیندار خوشگلی بود سفید رنگ که دور گردنمون نگره میدادیم که روی لباسمون میافتاد. در واقع خب استاده بودم یه گوشه، خیلی ناراحت بودم که مثلا گذاشتنم و رفته بودن. البته بیرون وایساده بود مامانم. خب دیدم که یه دختری اومد جلو و گفت که با هم دوست بشیم فلان، اسم چیه؟ خب اسمو بهش گفتم، اسم اون فلورا بود. فلورا چه اسم قشنگی. آره برای همینم تو ذهنم مونده چون خیلی اسم قشنگی. گفت با هم دوست بشیم، منم دوتا دوست دارم. دیدم دوستاشو اوور، دیدم دوتا پسرم. اسم یکی از پسرا رامین بود، اون یکی اصلا یادم نمیاد اسمش. تو همین جاشم اینا یادت مونده ماما؟ خیلیه، من یادم نمیاد دیروز چی خوردم. خب دقیقا اصلا خودم باورم نمیشه، من خیلی چیزا رو تو ذهنم ندارم ولی اینا تو ذهنم مونده. بعد خلاصه هیچی دیگه، ما انقدر همون روز اول بهمون خوش گذشت، اینقدر روز خوبی بود شروع مدرسه برام که حد نداشت. یعنی همیشه یه خاطره خوش تو زندگیم همیشه ازش یاد میکنم که مثلا روز اول مدرسه همه میگن ناراحت بودیم فلان بود اینجور شد بعد اینجور شد و بدمون میاد، ولی من نه، من یه خاطره خیلی خوب بود برام دیگه. بعد از اون این ستا شدن دوستای صمیمی. بعد طوری بود که مسیر خونمون با مسیر خونه این دوتا پسر با هم یکی بود، یعنی طوری بود اینا منو میبردن میذاشتن در خونه، از در خونه هم میمدن دنبالم، با هم میمدیم مدرسه. چقدر بال مثل فیلمای آمریکایی بوده. خب آره. فقط جاسپرن بودیم آره دیگه کلاس اول بودیم. نه میدونم اون موقع مثل الان نبودن ما یادت بچه بودم میگفتی بچه های این دور زمانه چقدر گودزیلان، ما الان حرفتو میفهم. بچه های الانو میبینم اصلا یه چیز عجیبی هم، چقدر باهوشن، ولی چقدر باهوشن. آره باهوشن بچه های الان، خیلی باهوش دارن نسبت به دوره ما. آره پس قشنگترین خاطره زندگی سال اول ابتدایی بود. آره تا چند سالگی مدرسه اوقاتی بود ما که میرفتیم مدرسه؟ ما تا زمانی که انقلاب شد، یعنی کلاس پنجم ابتدایی ما قاطی بودیم دیگه. چه جالب. تا پنجم ابتدایی که من پنجم ابتدایی البته آبادان خوندم. آها پنجم ابتدایی اومدی آبادان؟ آره پدر بزرگ کارش طوری بود که میبایست برگردیم آبادان، دوباره برگشتیم آبادان که پنجمو اونجا خوندم. من اول فقط تهران خوندم، سالای قبل از اونم تهران بودم. بعد از اون دیگه اومدیم آبادان، کلاس دوم و آبادان خوندم تا پنجم. اوکی سال بعدی، یه کاری که همیشه آرزوشو داشتی بکنی یا هیچ موقع هم انجامش ندادی؟ این قشنگ توی ذهنم حک شده اصلا بدون فکر کردن بهت میگم. چی؟
خیلی دوست داشتم که پزشک بشم. جدی؟ آرزوی بزرگ بود برام. آره درسم هم خوب بود تو مدرسه و ولی خب دیگه دوره ما انقدر کلاس ها و انقدر رسیدگی ها نبود که مثلا قبول نشدی یعنی امتحان تو؟ آره آره دو سال امتحان دادم قبول نشدم. میخوای جامون عوض کنی؟ دوست داشتم عزیزم، همین که تو مامان قبول شدی، همین که تو درس تو خوندی تموم شد، این واقعا یه آرزوی بزرگ بود برام. خدا رو شکر که تو انجامش دادی. یه خاطره بگم، مال همین پیروز بود. پیروز رفته بودم کلاب، بعد با یه دختر فرانسوی آشنا شدم. داشتیم ما هم صحبت می‌کردیم، گفت مثلا چقدر استایلت کول و اینه. مدت با هم صحبت کردیم، بعد گفتش که چی کار می‌کنی؟ گفتم فلان تو یوتیوب کار می‌کنم. گفت آها درس چی خوندی؟ بعد بهش گفتم من پزشکم. بعد دیدم گردنشو برگردون نگام کرد، فکر کرد دارم مسخره‌اش می‌کنم. بعد گفت شوخی می‌کنی؟ گفتم نه. گفت قیافت به هر چی می‌خوره به جز پزشک. گفتم آره اینو زیاد می‌شنوام. اینم یه مینی خاطره بود، گفتم منم هول بدم بین خاطرات مادر. برای تمام کسایی که میان چراغ خوشخندهی به ننم رفتم. خب آره عزیز دلم، آره خوش اخلاقیت که دیگه از منم فراتره. مامان لپام گوده بس کن. آره قربونت دارم. خب رامش خانم، سوال بعد. اون زمانی که بچه تر بودی، مثلا تا حالا چه میدونم تا 20 سالگیت، آیدل زندگی داشتی، الگویی داشتی که مثلا هی بهش نگاه میکردی، باش حال میکردی، گفتی چقدر کوله، بازیگر، خواننده، داره هر چیزی، یا نه؟ بگم الگوی زندگی نه، الگوی زندگی در واقع خانمایی بودن که به جاهای بالا رسیده بودن و خیلی دوست داشتم. داستانای زندگیاشونو میخوندم، پیگیری میکردم. الانشم همینطوره. خب مثلا کی اون زمان کی بود؟ میتونی یه نفر رو اسم ببری؟ کسی که مد نظرت بوده؟ نه، خانمایی که مثلا اون موقع، خب خانمایی که اطرافم بود و توی فامیل بود، توی دوست آشنا بود. بعدش هم که دیگه حالا یواش یواش سنم که اومد بالاتر و دیگه ماهواره و اخبار و اینا، بالاخره از این طریق اینترنت مثلا خانمای اینجوری پیگیری می‌کنن. یعنی خانمایی که همش خونه داری نمی‌کردن، منظورت اینه درس خوندن کار میکنن؟ دقیقاً. ناراضی از خونه داری کردنت؟ ته دلت چی میگه؟ دوست داشتم که همراه. نه ناراضی نیستم که خونه دار، ناراضی از این جهت نیستم، ولی دوست داشتم اون چیزی که آرزوم بود. و البته همه که به آرزوهاشون نمیرسن، ولی من نگو مادرم، نگو، همه میرسن. آره نه آخه گوش کن، یه دقیقه صبر کن، من حرفم اینه. خب مثلا شما زمان شما نمیدونم اوضاع چجوری بود، ولی دو سال تلاش کردی نشد، منظورم اینه که 5 سال دیگه تلاش میکردی شاید میشد، شاید نمیدونم، شاید اون موقع مثلا الان نبود، نمیتونستی دیگه، میبایست ازدواج میکرد. درسته، حرف درسته. اگر یه زوجه خوب میومد برات، مجبور میشد ازدواج کنی. یعنی دیگه جوری نبود که بتونی بگیم نه من نمیخوام ازدواج کنم. میدونم فرق میکرد. آره اون موقع فرق میکرد. بعد چی شد؟ دفعه آقا بهزاد با اسب سفید اومد. آره اصلا یه چیز عجیبی، بعد 2 سال کنکور دادن دیگه آقا بهزاد تشریفشون آورد. دستشون درد نکنه که تشریف آوردن، تشریف نمی آوردن، الان مزیاری نبود. خب باشه، خواننده مورد علاقه تو بچگی کی بود؟ فکر کنم اینو میدونم، میشه بگم؟ تو بگو غلط یا درسته. بگو. رامش؟ نه همه همینو میگن. آخه اسمت رامشه. آره اصلا بابام هم زمانی که اسممو گذاشته رامش، اصلا همه ازش پرسیدن که چرا دوست داشتی رامش رو که اسمشو گذاشتی رامش. گفت نه از اسمش خوشم میومد. خیلی اسم رامش قشنگه. کمم هست. کمم هست. آره مادرم خواسته. این بچه که بودم عزیزم، بچه که بودم میگفتن، من یادم نیست، میگفتن که آهنگای گوگوش رو از حفظ میخوندی. گوگوش؟ آره ولی من مثلا یادم نیست، من یه دو سه قسمت آهنگا یادمه. مامان تو بچه بودی گوگوش بزرگ بود؟ اون موقع خواننده بود. آره فکر کنم گوگوش 100 سالو داره الان. آره به خدا منم بچه بودم بزرگ بود، این کلا نمایش بزرگ بوده. آره من آهنگای گوگوش مثلا میگفتن میخوندی. بعدم شهره رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست داشتم شهره. خب الان خواننده مورد علاقت کیه؟ همون شهره. شهره با آهنگای جدید اصلا حال نمی کنی؟ چرا آهنگای جدید یه چند تا آهنگ چرا خوشم میاد ازشون. رپ یا نه؟ نه نه هیچ کس؟ نه؟ آقای امیر تتلو؟ آقای پوریا پوتک؟ نه پوریا دو تا آهنگش، یکی
در مورد پدر و مادر خونده خیلی قشنگه. آره قشنگه، خیلی قشنگه. وای ما یادت اوکراین اومده بودی برات بچه ها اینو نمیم شما نمیدیم، من مامانم اوکراین مایی که پوریا زندگیم کردیم خونمون اومده بود یک هفته. آره. 10 روز برای من و پوریا فقط غذای خونگی میپخت. من چاق نمیشم، پوریا انقدر خورده بود میترکید، بعد یفتم سرا بره ورم کرده بود. ماما اون موقع هم تازه بود که پوریا با یولیا آشنا شده بود، یولیا و ناستیا دوستش. دقیقاً یولیا میومد اونجا که وای کارهای دستی انجام میداد. یولیا هنوز هم انجام میداد این چیزا، این تیشرت میذاره. دقیقاً گفت میخوای رو لباسات انجام بدم و اینا. آره یادمه. یادش خیر. بهترین سفر زندگیت کجا بود و کی و چرا؟ گفتی سالی که اومدم مجارستان، رفتم مجارستان، خوش گذشت. خیلی عالی بود، خیلی هم خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. مامانم اومد مجارستان، منی که اصلا کل زندگیم پیش مامانم بزرگ شدم دیگه، همش منم مامانی هم، من خیلی مامانی هم، از بچگی مامانی بودم. فرض کن مثلا یک سال، 6 ماه، یک سال چقدر نیده بودمت، بعد از یک سال مامانم اومد، بعد بردم مال نشونشتم، میرفت مال خرید میکرد، من صبح مدرسه داشتم میرفتم دبیرستان، خیلی خوش میذاشت، خیلی خوب بود. اون تاریخی هم که من اومده بودم مثلا اسفند ماه بود، بعد نزدیک به عید بود، عید اونجا گذروندم. آره سال نو اونجا بودی. آره مامان کی بود؟ مرشاد. من یه دوست داشتم مرشاد، اونجا اونم مامانش اومده بود، مامانم هی با مامان اون میرفتم بیرون میگشتم، چون مامانم زبان انگلیسیش اونقدر قوی نیست. آره با هم میرفتیم، خیلی خوب بود. پیاده روی میرفتیم. آره خیلی خوب بود. بعد شب عید پلو ماهی درست کرد، دعوتمون کرد اونجا. آره. اونجا پلو ماهی. آره جات برف زده بود. برف زده بود، با مامانم میرفتم بیرون اینطوری دست من یه فون نیفته. اوکراین بود که زمانی که وای راست را میرفتم زمین یخ زده بود که دستمو میگرفتی که نخورم. اشتباه کردم، اوکراین بود. اوکراین بود. هنوزم میدونم کجا خوردی زمین. همونجا یه زیارتگاه بزن. نمیشه اونجایی که خوردی زمین روبرو قمارخونه بودیم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ببینه مجارستان چون تاریخی که اومده بودم خیلی خوب بود، مثلا خودم تنها هم میتونستم برم بیرون، یاد گرفته بودم. آره یاد گرفته بودم. ولی اوکراین چون زمین یخ زده بود و اینا میترسیدم. اوکراین موقعی که تو اومدی منفی 15 درجه بود، تا زانو برف بود. من فکر می‌کردم بهترین سفر زندگی بپرسم یه چیزی تو بچگی میگی، ولی جالبه، خیلی خوبه که آخه به منم همینقدر خوش گذشت. خیلی به من خوش گذشت موقعی که اومدی. بچگی خب پدرم اهل سفر بود زیاد، خیلی یادم میاد. یعنی سالی دو بار، آره سالی دو بار سفر می‌رفتیم مسافرت. بعد یه ماشینم نمی‌رفتیم، عادت داشت وقتی که می‌خواست بره سفر یه چند تا رو با خودش همراه می‌کرد، چند ماشینه می‌رفتیم. اینقدرم خوش مسافرت بود، اینقدر بهمون خوش می‌گذشت که حد نداشت. ولی این سفر مجارستان که میگم واقعا خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. بعد اون موقع دلار خیلی، دلار 800 900 تومان بود، اوضاع مالی‌ها یک کوچولو بهتر بود، انقدر همه تو فشار. آره نبودن، می‌خواستیم بیرون خرید کنیم استرس نشتیم پوین قیمتش چقدر. اون موقع من کار نمی‌کردم، بچه بودم، خیلی بهتر بود، همه چی ساده‌تر بود، خیلی راحت‌تر بود. دلار من آورده بودم. آقا ها اینو سانسور کن. اینا چیه میگی الان فهم کارو پول نشسته. ما میدونم شوخی میکنم. آره بابا اوکی تر بودیم، خیلی همه چی بهتر بود دیگه، پولمون رو نخورده بودن. ولش کن الان پر جزئیات میشه. خب روزی که به دنیا آمدم چطوری بود؟ قبلش تا بعدش؟ خب حساب کن بچه اول بودی دیگه. دردناک؟ نه اصلا، خب خیلی شیرینه، خیلی شیرینه بچه اول. مادرم لحظه زایمان اصلا شیرین نیست. واقعا شیرینه، ولی موقع لحظه زایمان خب چون تجربه نکرده بودم خیلی ترسیده بودم دیگه. ولی خب سزارین هم کردن، یعنی سزارینی که بودم خیلی نذاشتنم. آره پس تو طبیعی نبود، یعنی دردی نکشیدی؟ بس دردو کشیدم، آمپول فشارم زدن، ولی گفتن که نمیتونم طبیعی زایمان کنم، به خاطر همین که بردنم برای سزارین. و سزارین که شدم بعدش هم که
اووردن گذاشتن تو بغلم بعد از چند ساعت. یادت اون لحظه رو؟ آره چرا یادم. کثیف بودم یا تمیز بودم؟ نه دیگه، دیگه تمیز کرده بودن اووردن گذاشتن. دماغم همین طوری بود ماهی که به دنیا آمده بودم. نه نه باش میگه نه دماغ تو ضربه خورد. دو بار شکوندم دماغم برای بچه که نمیدونم. یه بار دماغت شکست، فکر کنم 4 سالت بود، 4 یا 5 سالت بود دماغت شکست. میخوای بهشون بگی چی دماغم شکست؟ ما خیلی مراقبت بودیم که از پله ها نری بالا، چون پله ها وسط حال بود، یه پله های سفید قشنگی بود، سنگی بود، وسط پذیرایی. بعد پدر بزرگ یعنی بابا عجی، در واقع تو میگیش بابا عجی، بابا عجی اومده بود یه تیکه چوب آورده بود، یه در درست کرده بود برای اون ورودیش، بسته بودش که من از پلا نرم بالا. دقیقا از پلا بالا نری، اینجا رو گوش کن. ولی جناب عالی از اونجایی که خیلی بسیار ماشاءالله هزار ماشاءالله باهوش بودی، قسمت بیرونی پله نرده ها رو گرفتی، از قسمت بیرونی را پله رفتی بالا. اونجایی که دست تو میذاری از پله میری بالا، من از اونجا همیشه راه میرفتم میرفتم بالا. دقیقا من یه فکر اونجا رو نکرده بودیم دیگه. از اونجا که افتادی پایین اصلا ضعف کرده بودی، اگری یعنی کبود شدی. بعد همون موقع بینیت ورم کرد و اومد بالا که گفتیم شکسته. از همون موقع مزیار به این مزیار تبدیل شد. آره خب. نه اصلا بینیت اینجوری نبود. خاطرات یه بار دیگه هم خودت اونجا گفتی توی باشگاه بوده. آره میله خورد تو دماغم. آره یه بار دیگه هم اصلا اونجا. مرد باید دماغش اینطوری باشه اصلا. بریم سوال بعد. اگه دختر میشدم اسممو چی میذاشتی؟ والا چون بچه اول بودی اصلا هیچ در واقع ایده خاصی نداشتیم که پسر میشی یا دختر. میگفتیم یا پسر میشی یا دختر. خب توی 6-7 ماهگی هم در واقع میفهمیم که پسر یا دختره، دیگه اون موقع نامگذاری میکنیم. ولی احتمال زیاد اگر دختر میشدی هم مهدیس میشدی دیگه. آه من مهدیس میشدم، اسم خواهرم الان مهدیسه. ما سه تایی مهدیس، مهزیار، میکایی. خب اوکی مهزیار، مهدیس، میکایی. مهزیار، مهدیس، میکایی، راست میگه ترتیب سن. خب وای سبینم اگر مهدیس میشدم بعد مهدیس چی میشد؟ پردیس؟ نه خب اگه دختر میشد مهدیس هم چی؟ یعنی منظورم که اسم زاپاسی داشتین یا نه؟ نه اصلا اسم دختر میگم ما زمانی که فهمیدیم پسره بعد اون موقع اسم در واقع انتخاب قرار بود اسمت بشه میکایل. آه اینو تعریف کردم بچه‌ها، من قرار بود اسمم بشه میکایل، بعد یکی اومد گفت این اگه بره حج میخوایم بشه این حج میکایل. بعد بعد هیچی اسمم عوض کردم، اومدم بذارم مهزیار. یکی دیگه اومد از امام رضا اومد گفت شما چون که یه مدت، بگم اینو مادرم ناراحت میشه، قبلا گفتم شما چون که یه مدت حامله نمیشدین من نسل کردم بچه اگه اگه حامله بشین بچه بشه رضا. بعد بابامم اسم رضا رو دوست نداشت، بی احترامی به اسم کسایی که رضا هست نباشه، سلیقش نبود، دوست نداشت من رضا باشم. گفتش باشه تو پاسپورت اسم منو گذاشت رضا، ولی خب کلا همه مهزیار صدا میکنن، اسم واقعی من مهزیار. اینطوری شد که اینطوری شد، شدی مهزیار. آره شدم مهزیار. خب خب آها اینو خیلی دوست دارم بدونم، بهترین و بدترین چیزی که بچه بزرگ کردم بهت یاد داد. اول بهترین رو بگو یا اول بدترین هر کدوم؟ بهترینش همون عشق بود که نمیدونم چطوری بگم، عشق به یه چیز دیگه به جز خودت، عشق بی قید و شرط. دقیقا که خودمو در واقع به هر آب و آتیشی بزنم به خاطر بچه‌ام و پشیمونم نبودم و نیستم. آره و بدترینش این بود که فکر کنم که یه روزی بچه ها مثلا اینجوری فکر نکنن که من اونا رو به حال خودشون رها کردم. و مامان قربونت دارم بچه ها هر چی فکر کنن عمرن هیچ موقع هیچ وقت اینو فکر نمی کنن، چون از بچگی بودیم و دیدیم که راحت ترین زندگی هم نداشتیم، لباس برای خودتون نمی خریدیم و هر سال لباس نو داشتیم. بابا تو با موتور تو سرما بارون میرفت سر کار، 12 شب میومد که ما چنم یه اسباب بازی بیشتر خونه داشته باشیم. اینو واقعا نه من نه مهدیس میکایل هیچ موقع اینطوری فکر نمی کنیم، چون از بچگی دیدیم که چقدر با این که حالا نداشتیم و اولی زندگی سخت بود چقدر تلاش کردیم که همه چی رو بهتر کنیم. اینو یعنی واقعا هیچ وقت باش 1% هم فکر نکن. از یه وقت فکر میکنم یه وقت بچه ها یه وقت فکر نکنن که جایی کوتاهی بوده
هیچ موقع. ولی واقعا تا اونجا که تونستیم و فکر کردیم و هر کاری تونستیم انجام دادیم که شما تو زندگی کمبودی نداشته باشید. من همیشه به همه میگم یعنی که از بهترین بچگی های دنیا رو داشتم با اینکه مامان بابام نداشتن. کمبود رو بالاخره کمبود همیشه هست دیگه. آره. چیزی که بگی کمبود نباشه. پیش خودمون وجدانمون آسوده باشه که کوتاهی نکردیم هیچ موقع از طرف ما اصلا حس نشده همین چیزی که اگه بگم بابام یا مامانم کوتاهی کردن هیچ موقع حس نشده همین چیز. واقعا بچگی خوبی داشتیم دیگه با اینکه سخت بود برای شما ولی اصلا یادمه که نمیذاشتین که اون سختی رو ما بفهمیم. ما هم نفهمیدیم، ما تا چندین سال بزرگتر شدیم بعد فهمیدیم، چشامونو باز کردیم به دنیا فهمیدیم واقعا چی به چیه. با مامانم چقدر سختی کشیدن، یعنی انقدر ما رو تو ناز و نعمت گذاشتیم ولی خودت تو نبودین که ما اینو هیچ وقت حس نکردیم. هم شما هم بابا هم بابا عجی هم آموزرگ ما عشق به این داشتیم که یعنی مثلا همین که میگی بابا اسباب بازی های فلان و نمیدونم لباس های فلان، یعنی واقعا عشقمون به این بود که مثلا براتون میدیدی که بابا مثلا چه اسباب بازی هایی چه چیزایی مثلا که تهیه نمیکرد براتون، یا نظر لباس و پوشاک و آسایش کلا. یکی از خاطراتی که هیچ وقت یادم نمیره اینه که ما رو برده بودیم بیرون، هیچ موقع برای ما غذای شیر نمیگرفتیم، مثلا غذا میگرفتیم یه دونه برای مدیس میگرفتیم، یه دونه برای میکال، یه دونه برای من. ولی مثلا یکی از خاطراتی که همیشه فکر میکنم تو فکر فرو میرم که یه عشق چقدر میتونه همین باشه اینه که برای ما هر کدوممون غذای جدا گرفتیم، بعد خودت و بابا یه غذا گرفتیم با هم شیر کردیم. بعد آره، بعد مثلا الان بهش فکر میکنم میگم که خب تا یه حدی هم دستش تنگ بود نداشت، ولی تلاش میکرد که ما حالا بهتر بخوریم، بهتر بپوشیم، بهتر بدیم. یه مدت بود واقعا، ولی خب خدا را شکر دیگه زمانی که افتاد به کار و فعالیت و خدا را شکر خوب شد. اون سختی ها بالاخره همه تو زندگیشون یه سری سختی ها دارن، همه چی بهتر شد، بابام سختی ها رو گذرون، عموش پولاش خورد. نمیرم تو مسئله، بریم جلو، بریم بعدی. امیدوارم هر جا که هست جواب پس بده. این من خواهش میکنم اینو واقعا از ته دل جواب بده، نقطه‌ای تو زندگیت بود که حس کنی قلبتو شکوندم یا یه کاری کردم از ته دل ناراحت بشی؟ نمیدونم، چون که اگر که همچین چیزی بود الان میبایست به یادم میموند، ولی همچین چیزی نبود ده. چون شیطنت، ببین بچه های شیطنت هایی دارن. بچه شیطونی بودم؟ شیطنت ها نه واقعا اصلا. بچه خوبی بودم اصلا بچه شیطونی نبودی، خیلی حرف گوش کن بودی، پرخاشگر نبودی، خیلی بچه مظلومی بودی خیلی. ولی ببین اگرم حرفی زدی کاری انجام دادین اسمش شیطنت بوده، شیطنت بچه. خب وایسا ببینم، خب چیزی بوده نبودم. روزی بود تو ذهنت که بگی اینو یه آدم رو به میگفتیم، گفتی ایشالله خدا یکی مثل خودت بده بده. بچه هاشو بیده، ولی از ته دل نیست. یک آدم مهربون چرا مثل خودت بد بده. وای. ولی نه، دل شکستن به اون شکلی که داری میگی نه، اصلا نه. چون میدونم رو مخت رفتم، اعصابتو خورد کردم، چهار تا دمپایی هم پر کردی. ولی نه دور وای مامان یادت دور، من مامانم عصبانی که میکردم یه میز نارخوری بزرگ داشتیم، بعد میخواست زودم پایی پرد کنه دور میز نارخوری میدویدیم دنبالم، این سر و میز من اون سر. بعد اصلا من سر همین توپ وسطی خیلی قوی بودم، هیچ موقع هیچ کی نمیتونست با توپ بزنتم، اصلا مامانم دمپایی اینطوری میکرد. ما یکی میز نارخوری، یکی یادت یه حالت گلخونه وسط خونه داشتیم دور اون گلخونه میدویدن. دقیقا توی اون خونه خیابونه هشت بوده. بچگی خیلی خوب بود، خیلی بچگی دوستشم. آره الانم بد نیست، الان یکم مشغله فکری و اینا تو زندگی اذیتت میکنه، اون راحتی بچگیه نیست که هیچی برات مهم نیست زندگی کنه. ببین تو هر دوره یه چیزایی لذت بخش صد در صد میمونه برای آدم. اصلا بچه هم که بودم گفتم کی بزرگ شم که دیگه از کسی اجازه نگیرم جوی برم شب بمونم، الان بزرگ شدم میرم اون آزادی هست. ولی خب به فکر یه سری چیزای دیگه باید تو زندگی باشم. خیلی جالبه. دقیقاً بچه ای میخوای بزرگ شی، بزرگی میخوای بچه شی. دقیقاً مثل ماهای میگیم کاش که برگردیم به همون دوره بچگی. بهترین خاطره ای که از خودم و خودت داری، اون یه چیزی که همیشه تو ذهنم مونده، بچگی الان چه میدونم فرق میکنه، اون یه خاطره ای که همیشه تو ذهنت حک شده از خودم و خودت، اون خاطره ای که همیشه میبردمت مهد.
مهد کودک؟ مهد فرشتگان. خب از 3 سالگی میرفتیم، هر روزی که میبردمت مهد، چه من چه بابات. خب وقتی که میخواستی بذاریمت مهد، میگفتی که مامان میای دنبالم. میگفتمت آره مادر عزیزم میام دنباله. فکر میکردی مثلا میذارمت اونجا. هیچ وقت اینو یادم نمیره. هر روز صبح، هر روز صبح روز همینو میگفتی. اصلا یه چیز عجیبی بود، تو هر روز اینو به من میگفتی که وقتی میذاشتمت میرفتم جیگرم آتیش میگرفت. بعد وقتی هم که میمدم دنبالت، تا مربی میابردت بیرون، میپریدی تو بغلم با یه حالت خوشحالی. اصلا دوست نداشتی مهدو. مهد میرفتی بازی میکردی ولی دوست نداشتی اصلا. بعد عادت داشتی میرفتی حیات پشتیه، یه استخر هم داشت یادم. آره دیگه عادت تو میدونستیم دیگه، هر که الان من یا مام بزرگ معمولا برات میگردوندیم. بعد وقتی که میومدیم دنبالت، حتما میبایست ببریمت حیات پشتی. بعد یه درخت توت بزرگم اونجا بود، توت میخوردیم. این درخت توت، آره میرفتی توت میخوردی، دوباره تاب و سرسرت رو بازی میکردی. بعد دیگه دلت راضی میشد، میگفتی بریم. مامان یعنی... میای دنبالم. آره هر روز همینو میگفتی، مامان میای دنبالم. بعد خیلی هم خوب بود وقتی میومدیم دنبالت، میگم خیلی با شادی خوشحالی میرفتی دوباره حیات پشتی بازی میکردی. خیلی خوب بود، دوره خوبی بود. آره بر منم خیلی دوره خوبی بود. خیلی خوب بود. آره اینو هیچ وقت یادم نمیره، هنوز تا هنوز فامیلا هم مسخرم میکنم، میگم مزیار مامان میای دنبالم. آره دقیقا. خودت از دوران بچگیت کدوم خاطره برای شیرین تره؟ حالا من از تو بپرسم. شیرین ترین خاطره بچگی؟ آره. نمیدونم، خیلی زیاده، خیلی زیاده. دوران مهد کودک هم خیلی دوست داشتم. ماهی که صبح میگم زورا میومد دنبالم، برم میگردونیم. بعد تو را مثلا چه میدونم یه شیرینی چیزی برام میخریدین. یا مامان یکی از قدیمی ترین خاطرات زندگی میدونی چیه؟ نمیدونم چرا تو بغل مام بزرگم بردتم پارک سر کوچه، دارم قورباغه ها رو میبینم. باورت نمیشه. مسیار بچه که بودی خیلی کوچیک بودی. بعد خب خونای منطقه تمام ویلایی بودی، آپارتمان کم بود. بعد موقعی که بارون میزد، یه بچه قورباغه‌ای دم در توی باغچه ها بازی میکرد. بعد هر روز مام بزرگ میبردت دم در که تو این بچه قورباغه رو ببینی. قدیمی ترین خاطره بچگی من. آره میگفتی بریم قورباغه. البته قورباغه رو به یه شکل دیگه میگفتی. مام بزرگ همیشه میگفت، میگفت که مسیار اینجوری میگفت. حالا یادم نیست، منم یادم نیست. خود مام بزرگ میگم که چی میگفت، منم یادم نیست. آره بریم قورباغه رو ببینیم. گفت میبرد، بعد مام بزرگ میبرد دم در که قورباغه رو میدیدی، بچه قورباغه رو. آره مامان الان گفتی قشنگ ترین خاطره بچگیم یادم اومد. یادته تولدات که میشد تو خونه خودمون تو بلد بود، یادت کیک درست میکردی؟ تولدات میرفتیم وسایل کیک میخریدیم، کیک تولد خودت و خود با هم درست میکردیم همه دورم، من و مدیس میکردیم. یادم یه سال تولدت بود، وسایل کیک رو خریدیم که کیک درست کنیم، کیک بخوریم. بابا هم سر کار بود، فقط ما خونه بودیم، مام بزرگ و بابا جان بیرون بودن، نمیدونم کجا بودن. یه دفعه تو سردرد گرفتی، تو بچگی یادم سردردی خیلی بدی داشتی، مامانم سردرد میگرفت طوری که میگرن داشت، میخوابی تا روز بعدش. بعد وقتی مامانم بعدا میخوابی، ما تو روز بعدش حوصله‌مون سر میرفت، چون همش با مامانم مثلا چون بازی میکردیم تو خونه و اینا، هممون ناراحت بودیم. به هر حال یه کوچولو من پدوازیام هر روزم پول تو جیب میدم، پول تو جیبمون رو برداشتم، منم حدیث میکایل رفتیم سر کوچه، بر مامانم یه کادوی گرفتیم، میدم نمیدونم چی گرفتیم، این پلاسکو هست چیزای پلاستیکی میفروشن، یادم نمیاد چی گرفتیم، از اونجا چیزی گرفتیم. اومدیم خونه، دیدم مامانم بیدار شده، گفت حالم خوب شد. یکی از قشنگ ترین خاطرات زندگیمه. کیک درست کردیم، شمع رو فوت کردی، بعد با مدیس و میکایل هم یه کادوی بد دادیم که واقعا یادم نمیاد اون کادو چیه، ولی یکی از شیری ترین خاطرات زندگیم بود که حالت خوب شد، روزمون چقدر روشن بود. عکس داریم ازش، یه عکس داریم ازش. داری دم دسته؟ الان دم دستی، ولی پیداش میکنم برات. پیداش کن برای بچه‌ها بذارم ببینه. آره یه عکس دارم ازش. بچه‌ها من سر این ویدیو رو باید تموم کنم، برای اینکه دوربینم زیاد نمیگیره، ولی این ویدیو رو من میتونم 4-5 ساعت طولش بدم، انقدر خاطره داریم ما. اون نقطه اوجی بود تو زندگیت که بگی مثلا به بچه‌هام افتخار میکنم، یا هنوز نرسیده؟ میدونم دوستمون داری و اینا رو میدونم، اونی که از ته دل افتخار کنی مثلا بگی این پسر منه، اون دختر منه. خب الانش، همین الانش، همین الانش وقتی اسمتون رو میگم برای کسی
در موردتون صحبت میکنم واقعا با افتخار. یعنی اصلا فکر نکنی که دارم حالا هندونه زیر بغلم میذاری، موقعیتی دارم، آره دارم قلوب میکنم، ولی همین الانش هم واقعا بهتون افتخار میکنم، ستاتون، یعنی واقعا همینطوره. خب ماما ویدیو تموم شد، الان میتونی راستشو بگی. آره نه عزیز دلم، واقعا به خدا قربونت برم، افتخار میکنم مادر. مگه ممکنه چیزی که دروغ بخوام بهت بگم؟ نه میدونم، شوخی میکنم، کلا سر خودم بذارم. اوکی سوال بعد، اگه زندگی یه فیلم بود اسمش چی میشد؟ طالب اسمش فکر نکردم. چه سبکی میشد؟ دوست دارم خاطراتمو بنویسم. دوست داری خاطراتتو بنویسی؟ تا حالا شروع کردی مثلا از یه جایی شروع کنی بنویسی؟ میدونی بعدا میشه کتاب کرد؟ هنوز نه، یکی خاطرات خودم و یکی خاطرات بابا رو. همیشه بهش میگم بیا خاطرات من مینویسم، گفت میگه حوصله ندارم. گفتم من برات مینویسم، بیا بابا که زندگیش فیلمندی بوده، پدرم اصلا از اصلا یه چیزایی برام تعریف میکنه. به همین کارو میکنم، مینویسم. بابام یه زندگی خیلی سخت داشته، یعنی یکی از سخت ترین زندگیایی که من شنیدم، اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دقیقاً میگه فیلم هندی، دقیقاً فیلم هندی بوده. خب چه سبکی میشد اگه زندگیت فیلم میشد؟ اکشن، رومانتیک، درام، کمدی، همه چی رو دیگه. اوکی. خب دو تا سوال دیگه دارم و تموم میشه میرم. سوال یکی مونده با آخر، مادر بودن یعنی چی؟ چه سوال سختی. مادر بودن یعنی دوست بودن با بچه‌هات، یعنی از خودگذشتگی، و میتونم بگم سخت‌ترین شغل تو دنیا. سخت‌ترین شغل تو دنیا. اوکی. سخت‌ترین و شیرین یا سخت‌ترین و سخت‌ترین؟ سخت‌ترین و شیرین‌ترین، هم سخت و هم شیرین، هر دوش هست. اوکی. هر دوش هست. سال آخر مامان، اینو باید جواب بدی. خب میریزن تو خونه با یه تفنگ و یه تیر بهت میگن بین مهزیار، مهدیس، میکائیل، یکیشون باید تیر بخوره، کی میخوره؟ خودکشی میکنم. مامان دارکش نکن دیگه. جدی میگم، مگه میشه آدم بین بچه‌هاش فرق بذاره؟ نمیدون، الان من خب 10 سال پیشت نیستم، یعنی شاید 10 سال ندیدیم اصلا، تازه عزیزتر میشی. آره بهتره. اوکی. نه بای اصلا، واقعا بچه ها نمیتونن انتخاب کنن، درست؟ بین بچه ها نمیتونی انتخاب کنن اصلا، من نمیتونم. اوکی. من واقعا نمیتونم. قربونت برم مادرم، فقط میخوام بهت بگم که خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، دلم برات یه دنیا تنگ شده، امیدوارم هر چه زودتر ببینم. انشالله مادر، منم خیلی دوستت دارم، عشقمی. قربونت برم، واقعا دوستتون دارم هر سه تونو، امیدوارم به هر چی که دوست داریم، به موفقیت هایی که حالا خودتون هر چی که دوست داریم بهش برسیم. امید نداشته باش مادرم، با زور و بازو به همش میرسیم. انشالله همش میرسیم انشالله. یه چیزی هم به بچه ها بگو برم، یه پیام از طرف تو که مادری به تمام بچه های بیرون بخوای بدی، چی میگی؟ با مادراشون چطوری باشه؟ مادر میگم دل رعوفی داره، دل نازوکی داره، سعی کنن تا زمانی که زندن در کنارشونن حامیشون باشن، مراقبشون باشن. بالاخره خودشونم، خودتون یعنی بزرگ میشید، پدر میشید، مادر میشید، فرق نمیکنه چه پدر چه مادر. انشالله که تن همشون سلامت باشه، تن خودتونم سلامت باشه، همیشه حامیشون باشید، همیشه در کنارشون باشید، چون بالاخره اینم موقت دیگه، میگذره، همیشه یه نیست. اینم از طرف یه مادر. درباره مهسا امینی میخوای چیزو بگی؟ والا این چند روز که خیلی اعصابم خورده، خیلی به هم ریخته ایم، مدام تلویزیون، رسانه ها، اینستا، دیگه داریم فقط مطالبو میخونیم و دنبال میکنیم و امیدوارم صبر داشته باشم پدر مادرشون، خیلی سخته واقعا. خداوند یه صبری به خانواده هاشون بده، خیلی سخته، خیلی سخته، واقعا سخته. باشه عشقم، دارکش نمی کنم، دوستت دارم مادرم. پیام حرف آخری داری یه بچه ها بگی؟ قربونت برم، از همشون تشکر میکنم که حمایتت میکنن. قربونت برم، متشکرم واقعا این حمایتاتونه که من میتونم همینطوری براتون ویدیو بذارم. بدون شما هیچ چیزی نمیشد، زندگیم خیلی سخت‌تر میشد. اگه اینو همیشه کم میگم، دوست دارم بارها و بارها براتون تکرار کنم، خیلی دوستتون دارم، واقعا از ته دل دوستتون دارم.
باشه عشقم مادرم، کار چیزی آمان نری، قربونت برم. قربونت برم، میبوسمت. منم میبوسمت. قربونت، سلامت باشی، خدا نگهدارت. قربونت برم، خدا حافظ. قربونت برم، خدا حافظ. قربونش برم، چقدر مهربونه این مادر. دوستت دارم، رامش خانم. بچه‌ها همین دیگه، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگرم نگاه نمی‌کردین یکی دیگه می‌کرد، من بدون شما چم باشم چم. تام بلاگ شر سابسکرایب یاتون رو انگار اصلا برام مهم نیست. دوست داشته باشین می‌کنین، دوست نشه هم نمی‌کنین. تا بازدم آخر زندگی دنبال آرزوات باش. تو خوشگلی هستی، یادتون تو دنیاست که بخوام پیس.